در 24 ساعت گذشته بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی به خصوص حامیان ابراهیم رئیسی به مانور رسانه‌ای پرداختند و کشف این اختلاس رو یکی از نمونه‌های بارز وعده او در مبارزه با فساد عنوان می‌کنند و سخنگوی دولت که مدعی است پرونده تخلف چای از سال گذشته توسط این دولت شناسایی و تمامی پرونده و مستندات تحویل مقامات قضایی شده و همچنین تمام مدیرانی که در این پرونده تخلف داشتند چه در دولت قبل چه در این دولت همون سال پیش برکنار شدند. البته در اظهار نظرهای اینچنین مقامات جمهوری اسلامی همیشه با کمی وقت گذاشتن دقت کردن میشه تناقض و یا اسناد نادرستی صحبت اونها رو به دست آورد. مثل دو مورد تصویری که اینجا میبینیم که نشون میده شرکت چای دبش دو نوبت از طریق بورس تامین مالی کرده با رقم مجموعاً 1500 میلیارد تومان. یک بار پارسال، بار دوم همین 5 ماه پیش بوده. و این پرسش به میان میاد که اگه این شرکت از پارسال محکوم بوده چرا امسال هم موفق به دریافت مجوز تامین مالی شده؟ از طرف دیگه روز گذشته هم سازمان بازرسی صراحتاً اعلام کرد که ته سال 1400 و همین امسال 1401 با هماهنگی مدیران وزارت سمت، کشاورزی و بانک مرکزی ثبت سفارش های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید شد و سریعاً برای بانک مرکزی جهت تخصیص ارز لازم ارسال شد. ایلنا هم به نقل از یک منبع نزدیک به روحانی نوشته که میانگین واردات چای طی 5 سال منتهی به 1400 بین 60 تا 65 هزار تن بوده و در سال 1401 به یک بار به رقم واردات 110 هزار تن رسیده. روزنامه اعتماد هم در گزارش اشاره میکنه که 80% از رانت ارزی چای دبش در دولت ابراهیم رئیسی اعطا شده. باید یادآوری کنیم چیزایی که مرور کردیم با هم دیگه یک فکت‌چک کوتاه از ادعای مبارزه با فساد دولت ابراهیم رئیسی هستش، نه فرصتی برای اعلام براءت دولت حسن روحانی. آنچه که مشخصه چه این دولت چه دولت قبل و دولت‌های قبل‌تر از اون هر کدام موارد فساد یا اختلاس‌های مشابه داشتن، البته با رقم‌های متفاوت. بخوام یه نگاه کوتاه داشته باشیم. فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست در سال 74 در دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی اختلاسی بالغ بر 123 میلیارد تومان از بانک صادرات. سال 77 در دولت خاتمی پرونده غلامحسین کربازچی رو داشتیم، شهردار وقت تهران. سال 81 و باز هم در دولت خاتمی پرونده شهرام جزایری سرخط خبر شد. سال 90 و 92 در دولت احمدی نژاد موضوع اختلاس معافرید خسروی و بابک زنجانی و محمود رضا خاوری افشا شد. سال 93 و 96 در دولت روحانی پرونده محمد رضا رحیمی و حمید بقایی مطرح شد. باید بگیم که اینها نام‌های مطرح است که تیتوار بهش اشاره کردیم. پرونده‌های بسیار دیگری از فساد در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، از جمله فساد در بنیاد شهید، تامین اجتماعی، گم شدن دکل نفتی، اختلاس در صندوق ذخیره فرنگیان، پرونده املاک نجومی، 92 هزار میلیارد در فولاد مبارکه اصفهان و ده‌ها مورد دیگه که در وقت این برنامه نمی گنجه. به هر سو هر دولتی که روی کار میاد از فساد در دولت قبل خودش پرده برداری میکنه. این رو هم باید اضافه کنم که برای بسیاری از شهروندانی که 88 آبان 98 هواپیمای اوکراینی و جنبش زن زندگی آزادی رو تجربه کردن، خیلی هم فرق نمیکنه که اختلاس از دولت روحانی باشه یا ابراهیم رئیسی. در لابلای خبر و واکنش‌ها به اختلاس شرکت چای دبش هم به تازه‌ترین مورد هم اشاره کنم که امروز یک عضو شورای شهر تهران افشا کرد که 17 هزار میلیارد تومان از عوارض زیرساخت مسکونی در شهرداری تهران گم شده. موضوع اختلاس‌ها در جمهوری اسلامی و اظهارات مقامات با واکنش‌های مواجه بوده. یک مورد رو می‌خونم کوتاه، احسان بوداغی روزنامه نگار که به این مورد آخر 17 هزار میلیارد تومان واکنش داشته و گفته که اینها مهم نیست چون اسلام رو فقط 4 تا تار موی زنان برباد میده و خوشبختانه شهرداری زاکانی هم برای مقابله با اون حجابان استخدام کرده.